بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام دارم شاگرد عزیز خدمت همتان. آرزوی سلامتی تک تک شما را دارم. درس امروز ما از فصل دوم، رابطه بین خطهای مستقیم و دایره، یعنی دایره با خط مستقیم چی روابط دارد، در فصل دوم همین موضوعات را خواهد خواندیم. اولین درس که در فصل دوم است او عبارت از رابطه های طولی در یک دایره است. شما در شکل مقابل یک دایره را میبینین که مرکزش اوز و خطهای مستقیم در آلتهای مختلف روی از این قرار دارد. اولین خط مستقیم شما میبینین خط ای است. این مستقیم دو نقطه دایره را، دو نقطه محیط دایره را داخلا قطع کرده. بناهن ای بی عبارت از وتر دایره است و یک نقطه در روی وتر دایره قرار دارد در داخل دایره، کوره با ام نشان دادن کمیاله، فعلا کرسر دمو قسمت قرار دارد. مستقیم دیگر مستقیم پی سی دیس یا مستقیم پی دیام گفته میتانیم که در دو نقطه سی و دی دایره را قطع کرده. این مستقیم چون از بیرون آمده دایره را قطع کرده، ای را به نام قاطع میگن که دایره را قطع کردن. بالا داخلا قطع کرده بود، ای را وتر میگن، لیکن این مستقیم از بیرون آمده دایره را قطع کرده، از او خاطر مستقیم پی دی را به نام همین مستقیم پی دی که امی است، این مستقیم به نام قاطع یاد میگنن. و یک مستقیم دیگه در بالاتر است به نام مستقیم پی تی که این مستقیم اگر شما سعی کنین فکس در این نقطه که کرسر قرار داره، در این نقطه مماس است. پس مستقیم پی تی را مستقیم مماس با دایره میگن، مستقیم ای دی را وتر دایره، مستقیم پی دی را قاطع دایره و مستقیم پی تی را مماس دایره یاد میکنن. این بود تشریحاتی که در خود رسم گفته بود که نمایش بگیرید. حال اولین تعریف را که برای شما میگن، میگه رابطه طولی چی است در هندسه؟ رابطه که بین اندازه های اجزای خطی یک شکل هندسی موجود است، روابط طولی نامیده میشه. شما در این رسم بالا اگر سعی کنین مستقیم پی دی به دو جز تقسیم شده که از پی تا سیس و از سی تا دیس، اگر ما رابطه های امی جزایی که از پی تا سی و از سی تا دی است با خود مستقیم پی دی چی رابطه های داره، می را بخوایم که اندازه گیری کنم، این می را به نام رابطه های طولی یاد می کنن. دیبان میگم میگه رابطه که بین اندازه های اجزای خطی، یعنی یک خط که به چند جز تقسیم میشه، امی اندازه های اجزای خطی شه که شما مد نظر میگیرین، اونمو را به نام رابطه های طولی یاد میکنن. شاگرده عزیز، فعالیت خود شما باید کار بکنین. اگر یک دایره را اول رسم میکنین، او دایره نامش سی است، مرکزش او است، یک شعاع داره، قاطع پی ای بی و پی سی دی را رسم کنید که اگر شما امی فعالیت انجام بدین، شما به این شکل رسم را که شما دیجا میبینین، به این شکل شما یک رسم هندسی را ترسیم خواهد کردین که گفتم میگه از یک نقطه خارجی پی به دایره دو قاطع رسم کو که یکیش پی ای بی باشه، دیگهش پی سی دی باشه. دو قاطع رسم کردیم. بعدا نقطه بی را در نقطه سی وصل کنین و نقطه دی را در نقطه ای وصل کنین. بعد از او
ببینین که آیا این دو مثلث دیج دو مثلث تشکیل شده، یکی مثلث پی سی بیس که مثلثه که بالاست و یکی مثلث پایان است پی ای دی، این مثلث است. حالا اگر شما بعد از ختم فعالیت انجام بدین، دیپان بر شما میگه نسبت های تشابه را در دو مثلث فوق بنویسید. یعنی ما شما اوشتان باشه که ارگاه دو مثلث با یکی دیگه مشابه باشن، از لایشان با یکی دیگه معکوسن متناسب هستن. بنابراین این رابطه را شما خودتان فعالیت کار بکنین و اگر مشکل داشتین در جریان تشریحی که ما قضیه را براتان تشریح کردیم، اگر شما این موضوع را متوجه باشین مشکلاتتان در قسمت فعالیت حل خواهد بود. حالا یک موضوع دیگر را در بغل فعالیتتان با نوشته سرخ، با رنگ سرخ نوشته شده، میگه هرگاه دو مثلث دو زاویه مثلث در دو مثلث باشه، دو زاویه مثلث با یک دیگه دو به دو مساوی باشه، زاویه سیومی خود به خود با یک دیگه مساوی است. یک موضوع. موضوع دوم، اگر مثلث ها میگم مثلث های متشابه از لای مقابل زاویه های مساوی متناسبند، یعنی اگر دو مثلث با یکی دیگر مشابه باشند، از لایشان با یکی دیگر متناسب است. بنابراین با استفاده از این رابطه من میتونم که قضیه که در پایان نوشته است ایرا ثبوت بکنم که در این قضیه میگه هرگاه از یک نقطه خارجی بالای یک دایره دو قاطع رسم گردد، حاصل ضرب هر قاطع در قطع خط خارجی آن با همدیگر مساوی است. پیش از این که ما قضیه را براتان به اثبات برسانم، یک موضوع را براتان بگویم که یکی ما شما دیج قاطع داریم پی، از پی تا به بی قاطع است، لیکن قطع خط خارجی و داخلی داره. یک جزش از پی تا ایز که ایره قطع خط خارجیش میگن و یکی از ای تا بیز که ایره جز داخلیش یا قطع خط داخلیش میگن. در قاطع پی دی قسمت دو جز داره، یکی جز پی سی و دیگهش از سی تا دی که جزای پی سی را به نام قطع خط خارجیش یاد میکنن و اینی سی دی را به نام قطع داخلیش یاد میکنن. بنابراین اگر ما خود قاطع را طولش از پی را تا بی ضرب طول خارجی قطع خارجیش کنم، خارجیش چی است؟ از پی تا ای. اگر از پی تا بی را که طول خود قاطع است ضرب قطع خط خارجیش کنم، قطع خط خارجیش پی ایس مساوی است با از امی پی تا دی که خود قاطع است ضرب در قطع خط خارجیش که پی سی است از پی تا سی است. اگر ما از پی بی را ضرب پی ای کنم، عدد مبرایه که فاصله پی دی را ما ضرب فاصله پی سی بکنم. حالا همین موضوع را میریم در روی تخته براتان این قضیه را ثبوت میکنیم و روی ازی براتان سوال کار میکنم. قضیه است میگه هرگاه از یک نقطه خارجی بالای یک دایره دو قاطع رسم گردد، حاصل ضرب هر قاطع در قطع خط خارجی آن با هم مساوی است. اول به خاطر ازی که این قضیه را ثبوت بکنیم، ما اول این را براتان رسم میکنم که هدف ازی در چی است. وقتی که شما دایره را رسم بکنیم،
ای یک دایره است، آله اگر میگه از یک نقطه خارجی این نامش باشه، این نقطه خارجی پی، اگر ما دو قاطع رسم کنم، یک قاطع و یا دیگه قاطع، این پیس نام این نقطه که قطع کرده ای میمانم، نام این نقطه را بی میمانم، نام این نقطه را سی میمانم، نام این نقطه را دی میمانم. اینجا دو قاطع رسم شده، یکی قاطع پی ای بیس و دیگهش پی سی دیس که اردوی خطها دایره را قطع کرده. آل چی میگه؟ میگه آسل ضرب قاطع ها، یعنی اگر از پی را تا ای، اینی پی تا ای عبارت از تتش است و پی تا بی قطع خط خارجی است که از جه توقیه مکمل میه، پی بی اگر ای طرف ضرب شود و ای طرف پی سی ضرب پی دی شود با یک دیگه مساوی است. ای آسل ضربی قطع خط ها با یک دیگه مساوی است. ای را چه قسم به اثبات می رسانیم؟ سعی کنیم بخاطر اثبات این موضوع چی می کنیم؟ قطع خط ای پی ای بی که است، نقطه بی را وصل کنیم در نقطه سی به این شکل. به این شکل و نقطه دی را وصل کنیم در نقطه ای. پس اینجا یک مرکز دایره است که او نامش را ماندیم. در اینجا دو مثلث تشکیل می شود، یکی مثلث پی سی بیس، مثلث بالا پی سی بی، مثلث بالاست، یک این مثلث است پی سی بی و یک مثلث دیگه است پی ای دی. پایان در پایان هم یک مثلث است. این دو مثلث ها با یکی دیگه مشابه هستند، پی ای دی. اگر این دو مثلث با یکی دیگه مشابه باشه، ما ثبوتش کرده میتونم. وقتی که شما دو مثلث داشته باشین که با یکی دیگه مشابه باشه، از لایش 100% با یکی دیگه متناسب است. خب اول تشابه از این مثلث ها را چه قسم پیدا میکنیم؟ رسم دوباره برتان کوچکتر کشیدم تا بتانیم که ایره درس را ثبوت کنیم. میگه که میخواییم که به اثبات برسانیم که اگر ما پی تا ای را، قطع خط پی ای را ضرب از پی تا بی کنم، مساویس با پی سی را که در قطع خط خارجیش پی دی کنم ضرب در قطع خط خارجیش پی ایس، پی بی خود قاطع است، پی بی در قطع خط خارجیش و پی دی در قطع خط خارجیش پی سی، یعنی پی دی یا با یک دیگر مساوی هستند. همین موضوع رو میخواییم برتان به اثبات برسانیم. در اینجا دو مثلث است، یک مثلث پی بی سی یا پی سی بی، یک مثلث پی سی بی داریم و یک مثلث پی ای دی داریم. در این دو مثلث چی خصوصیات موجود است؟ اولی که اینمی زاوی پی که است، چون ای در مثلث پی سی بی هم است و در مثلث پی ای دی هم است،
در دو مثلث اضافی پی موجود است که مشترک است. اضافی پی از مثلث پی سیبیام است، امی اضافی پی از مثلث پی ایدیام است. ای با یکدیگر مساوی هستند، نظر به ای که زاویه مشترک، زاویه مشترک هر دو مثلث است. یک موضوع یک زاویش مساوی برآمد. در قسمت دیگر سعی کنیم اینی زاویه بی را، زاویه بی در مقابل قوس ایسی قرار داره. زاویه بی در مقابل قوس ایسی قرار داره، اینه قوس ایسی. و امی زاویه دی که است، ای هم در مقابل امی عین قوس قرار داره. زاویه دی هم در مقابل قوس ایسی قرار دارن. وقتی که هر دو زاویه در مقابل عین قوس قرار داشته باشن، او دو زاویه مساوی می باشد، چون در مقابل عین قوس قوس دایره قرار داره. بنان بی و دی هم زاویش با یکی دیگه چی میبراید؟ مساوی میبراید. در مثلث یک قاعده است که اگر دو زاویه یک مثلث، یک زاویش با یکی دیگه مساوی بود و یا هم زاویه دومیش با یکی دیگه مساوی بود، زاویه سومی خود به خود با یکی دیگه مساوی میبراید. زاویه A و زاویه سی با یکی دیگه مساوی میبراید. وقتی که سه زاویه با یکی دیگه مساوی برآمد، ما گفتم میتونم که این دو مثلث ها با یکی دیگه چی هستن؟ مشابه هستن. مشابه را ذریع اینی سمبول نشان میدن. وقتی که مشابه بودن، مثلث ها در صورتی که مشابه باشن، ما شما او را از لایش هم متناسب گرفته میتونیم. وقتی که زاویه پی مساوی به زاویه پی برایه، به خاطر از اینکه زاویه مشترک از هر دو مثلث است، زاویه بی مساوی به زاویه دی برایه، چرا هر دوی زاویه در مقابل عین قوس قرار داره. پس دو زاویه مثلث که مساوی بود، زاویه سومیش خود به خود مساوی برایه. زاویه ا مساوی به زاویه سی مبراید. وقتی که عرصه زاویه مثلث با یک دیگه مساوی بود، پس اون مثلث ها با یک دیگه چی هستن؟ مشابه هستن. از تشابه مثلث ها منشته کرده میدانم که قطعخط های از اینا با یک دیگه متناسب است. یعنی سعی کنین از پی را تا ا قطعخط پی ا را که اگر ما تقسیم قطعخط پی سی کنم مساویس با سعی کنیم اینجا ما اول قطعخط پی ای را گرفتیم، در نسبت دومی قطعخط کلان پایان را بگیریم، پی دی ضرب بر پی بی. پی بی سعی کنیم اگر از پی تا ای را تقسیم پی تا سی کنی، مساویست با معکوسن متناسب با پی دی را که تقسیم پی بی پیشترک، پی ای را تقسیم پی سی کدیم. در نو دومش از مثلث دیگر را بگیرین، پی دی را که تقسیم پی بی کنه. ای را از کجا پیدا کردیم؟ ای تناسب ازلا از مشابه بودن مثلث ها با وجود می آید. اگر ما یار طرفین وسطین کنم، پس پی ای ضرب پی بی می شد، پی ای ضرب در پی بی مساویس و پی سی ضرب پی دی، پی سی ضرب پی دی که عبارت از چیزی را که گفتیم این از سبوت شد. پی ای ضرب پی بی مساویز و پی سی ضرب در پی دی، حاصل ضرب خود قطعخط ها
در قطعات خارجیش با یکی دیگه چی هستن؟ مساوی هست. ای بود ثبوت قضیه. آله نظر به می قضیه ما شما سوال های عبارتی کار میکنیم. سوال است در شکل زیر از پی ای و پی بی دو قاطع دایره سی اوز او آر است، یعنی مرکزش او و شعایش آر است و نام خود دایره سیس. اگر طول از پی تا ای 10 سانتی متر، از پی تا ای 10 سانتی متر و از پی تا پی سی 6 سانتی متر، از پی تا سی 6 سانتی متر باشه و پی دی 4 سانتی متر باشه، از پی تا دی 4 سانتی متر باشه، طول های پی بی و دی بی را پیدا کنین. پی بی از پی تا بی را پیدا کنین که چقدر است و دی بی را پیدا کنین از دی تا بی را پیدا کنین که چقدر است. خب سعی کنین فاصله ای را که داده او را همشه بکشین. فاصله پی ای فاصله از پی تا ای را داده 10 سانتی متر و قطع خط خارجیش از پی تا سی را داده 6 سانتی متر. از این دیگه قطع خط خود قطع خط نداده، پی بی را گفته پیدا بکنین، لیکن قطع خط خارجیش داده، پی دی را داده 4 سانتی متر. ما وقتی که این قطع خط ها را داشته باشم، پی بی را پیدا کرده میتونم. یعنی اگر از یک نقطه خارج دایده دو قاطع رسم شود، طول قاطع ها از پی تا ای اگر ضرب قطع خط خارجی شود پی سی و او طرف پی بی ضرب قطع خط خارجیش که پی دیست ضرب ازی شود با یکی دیگر مساوی می باشه. حالا در این قیمت گذاری می کنیم، از پی تا سی 6 سانتی متر ضرب پی ای 10 مساییز با پی بی را می خواهیم پیدا کنیم ضرب پی دی از 4. آله من میتونم ایده 4 ضرب پی بی کنم، ای طرف نشش کنیم، میشه 4 پی بی و 6 ضرب ده 60 میشه، دو طرف نشش میکنم، هر دو طرف ها تقسیم 4 میکنم. وقتی که تقسیم 4 کنیم پی بی 4 خلاص میشه، او طرف 60 تقسیم 4 میشه که فاصله پی بی چقدر میبراید؟ 60 تقسیم 4 اینه 15 میشه. پس قطع خط از پی تا بی 16 سانتی متر است. حالا یک جز دیگر هم گفته پیدا کنیم، فاصله از دی تا بی را پیدا بکنیم. سعی کنیم ما فاصله کلش پی تا بی پیدا کردم، پی بی از 15 سانتی متر و قطع خط خارجیش از پی تا دی از 4 سانتی متر. اگر ما بخوایم که از بی دی را پیدا کنم چه قسم پیدا میکنم؟ بی دی مساوی است با اینی فاصله که خورد، مساوی است با از کلش 4 منفی میکنم، کلش از پی بی منفی فاصله خارجیش را میکشم، پی دی را میکشم، پس بی دی مساویس و از پی تا بی 15 سانتی متر برآمده منفی از پی تا دیام 4 سانتی متر بود، پس فاصله بی دی مساوی با از 15 که 4 سانتی مترش کم شود 11 سانتی متر میمونه که از بی تا دی 11 سانتی متر است. گوشتان باشه، چون از پی تا ای در گفته بیرونش که 6 باشه، پانش داخلش 4 است، اینه 6 و 14 و 11 و 4 15. این بود حل سوال. سوال تمرین است،
یک شکل بر ما داده، از پی تا ای را داده 5، از ای تا بی را داده 8، از پی تا سی را داده 6 و از پی تا دی را داده اکس. سعی کنین قطع خطایی را که من نیاز دارم چی است؟ یکی پی ایس قطع خط خارجی پی ای که 5 است و خود قاطع که پی بیس. خب بی بی پنجش اینجا است، هشتش اینجا. پنج جمع هشت، هشت و پنج چند میشه؟ 13 سانتی متر اگر کلش به حساب واحد سانتی متر باشه، اون سانتی متر اگر متر باشه متر، اگر میلی متر باشه میلی متر. خب حالا دیگه از پی تا سی از 6 واحد، قطع خط خارجی 6 واحد است. از پی تا دی را اکس گفتن، از پی تا دی اکس کمی را میریم پیدا میکنم. آله اگر از نقطه خارج دایره دو قاطع رسم شود، حاصل ضرب قاطع ها در قطع خط خارجی هایشان مساوی است. یعنی اگر از پی تا بی که قاطع است، ضرب قطع خط خارجیش که پی ایس شود مساوی است با پی دی که قاطع است ضرب قطع خط خارجیش پی سی. حالا قیمت گذاری میگنیم، از پی تا بی از 13 واحد ضرب پی تا ای از 5 واحد مساوی و پی دی از 6 واحد ضرب در پی سی از ببخشید پی دی از اکس ضرب در پی سی از 6 واحد. حالا 6 ضرب اکس 6 اکس مساویز با 5 سه 15 را 5 شاسل 1 5 1 5 5 1 6، از دو طرف را تقسیم 6 میکنیم، x مساویز با 65 تقسیم چند میشه؟ 6، که میتونیم این رو نشته کنیم تقریبا 65 که تقسیم 6 کنی 1 6 6 منفی کنیم چیز ده ایمانه 5 0 بالا اشاره 0 با 5 8 7 6 7 42 8 6 8 48 8 دفعه 6 8 48 دو میمانه تقریبا 10.8 واحد میشه فاصله x. مثال دیگه است که یک دایره رسم کردن، به این دایره نقطه خارجی P است، دو قاطع رسم شده پی دی و پی بی، میگه فاصله ایش داده که از پی تا ای 4 واحد، از ای تا او 2 واحد، از او تا بی نمیفهم، از پی تا با سی 6 واحد، از سی تا دی را نمیفهم که باید پیدا شد، لیکن از پی تا ای از پی تا دی را داده 2x جمع 1. چیزایی را که در سوال به ما داده جزئیات را باید همیشه بکشیم، خاصتا قسمت های قطع خط های قاطع و طولای خارجی. خب اول از پی تا سی را داریم، 6 واحد است. از پی تا دی رام داریم 2x جمع 1 است. دیگهش از پی تا ای را دارم 4 واحد است. از پی تا بی را ندارم، این را باید پیدا کنم. ساده است، سعی کنیم اینی قسمت شعا است، این قسمت که دو باشه این قسمت هم دو است، بنان ما فاصله او تا بیران دو واحد میکشم چون شعا دو واحد است. بنان ما یه نشته کردم میتونم که از فاصله پی ای را جمع فاصله ای او و جمع فاصله او بی کنم، باید که کل از این را جمع کنم، پی ای 4 واحد است،
جمع ای او دو واحد، جمع او بیام دو واحد، که دو دو چار چار اشت واحد میشه. از پی تا بیام اشت واحد برای من. آره از یک نقطه خارج یک دایره که دو قاعده رسم شوه، آسل ضرب قطعات در قطعات های خارجیش باید دیگه مساوی است. یعنی اگر خود قاطع پی دی را در قطعات خارجیش پی دی پی تا دی در قطعات خارجیش، قطعات خارجیش پی سی است، مساوی است با پی بی را که ضرب قطع خط خارجیش کنم پی ای. از پی تا دی را میفهم دو اکس جمع یک است، دو اکس جمع یک در داخل قوس میگیرم چرا دو حد است، ضرب پی سی از شش واحد مساییست با از پی تا بی از اشت واحد، ضرب از پی تا ای از چار واحد. آله ضرب میکنم، 6 ضرب 2 12 اکس جمع 6 ضرب 1 6 میشه مساوی با 8 4 32. آله از اینجا 12 اکس نگاه میکنم، عدد ثابت طرف راست انتقال میدم، او طرف 32 است، مثبت 6 کی طرفه منفی 6 میشه، بنان این طرف میمونه 12 اکس، او طرف میمونه از 32 که من ششش منفی کنم میمانه 26 دیگهش 26. از دو طرف تقسیم 12 میگنیم، 12 اکس هم تقسیم 12 و او طرف هم 26 هم تقسیم 12. 12 به 12 خلاص، اکس مسایی به دو اختصار میشه 1 2 3 2 6 و 6 بیمم 12 13 بر 6 واحد قیمت اکس برامد. که اگر بخواییم که فاصله بی دی را پیدا بکنیم اینال کمه، باید پیشتر بکنم و قیمت اکس ما پیدا کردیم، فاصله بی دی را پیدا نکردیم. فاصله بی دی که از مساییز با دو اکس جمع یک هست، آل مساییز با دو خودش اکس هست، قیمتش 13 در 6 پیدا کردم، جمع 1 1 2 2 3 2 6، 1 ضرب 13 بر 3 میشه 13 در 3 جمع 1 که مساوی با 1 3 3 3، جمع 13 16 بر 3 میبرد، جواب فاصله پی دی 16 در 3 است. این بود حل سوال تمرین. تا درس بعدی شما را به خداوند می سپارم. خدایا را نگهدارتان.